درود و وقت بخیر خدمت بینندگان گرامی کانال جدید. از سری برنامه‌های نگاه روز امروز رو من حامد صدرا به همراه همکارم فرشاد ابوالحسنی در اتاق فرمان به سمع و نظر شما بینندگان گرامی میرسانیم. روز دوشنبه سوم مهر ماه برابر با 25 سپتامبر 2017 رفراندوم و همه پرسی برای استقلال کردستان عراق و تشکیل دولت کردستان انجام شد. بنابر آخرین آمارهای به دست آمده بیش از 80% از رای دهندگان نظر موافق بر این جدایی داشتند. طبیعتاً این موضوع از ابعاد مختلف سیاسی های ذی اهمیت است و در رابطه با آینده رفراندوم استقلال کردستان موضوعی انتخاب کردیم که در رابطه با این موضوع با حمید تقوایی گفتگویی دارم. حمید تقوایی عزیز سلام، وقت بخیر. متشکرم با سلام به شما و به بینندگان عزیز این برنامه. بله، انتخابات در کردستان عراق برگزار شد و اینجور که پیداست نتیجه این رفراندوم به جدایی کردستان نظر داره. به نظر شما این جدایی چه تأثیری بر زندگی مردم کردستان عراق داره؟ ببینید، مسئله‌ای که در این رفراندوم مطرح شد یک مسئله تاریخی و قدیمی هست در کردستان، یعنی مسئله ملی. مردمی که در هر حال خواستشون این بود که کشور مستقلی داشته باشن. در این میان احزاب ناسیونالیست کرد که خودشون حاکم بودن در کردستان، اونها هم به دنبال این بودن، منتها به دلایل مختلفی. احزاب ناسیونالیست کرد خواهان این هستند که یک کشور مستقل داشته باشن، به این معنا که بازار کار و سرمایه داخلی در اختیار و انحصار خودشون باشه و به این ترتیب مثل بورژوازی، مثل سرمایه‌دارا در هر کشور دیگه حکومت را در دست داشته باشن به طور مستقل و تا اونجایی که میتونن به اصطلاح به نفع خودشون و طبقه خودشون و قدرت حاکمه جامعه رو بچاپن و غارت کنن و استثمار کنن و غیره. کاری که در حدود بیش از 25 سال گذشته در کردستان عراق مشغول اون هستن. کردستان یه وضعیت استثنایی داشت، به این معنی که این احزاب کرد به خصوص حزب بارزانی که به اصطلاح پیشکسوت این بحث استقلال بود، این در حکومت هست و جامعه، کارگران، توده مردم به شدت ناراضی هن و اعتراض دارن به خاطر که حکومتی است که مثل هر حکومت دیگه فاسد، دزد و خون مردم رو در شیشه کرده، حتی حقوق کارمندان رو نمیتونه این دولت بده، با بحران‌های سیاسی و اقتصادی متعدد دست به گریبان و بسیار منفور بود در کردستان. با این با مطرح کردن این بحث به نحوی تونست و سعی کرد صورت مسئله رو عوض کنه و تبدیل کنه به جدایی یا موندن با عراق، گویا اگر اینا مستقل بشن دیگه بهشت برین میشه. این اتفاق نخواهد افتاد. اگر این کاملا به جدایی و تشکیل کشور مستقل کردستان منجر بشه، به سرعت مردم متوجه خواهند شد که در بر همون پاشنه سابق به اصطلاح میچرخه و اون مسائلی که امروز در کردستان عراق در برخورد بین توده مردم و دولت منطقه‌ای، دولت اقلیمی وجود داره، به مراتب شدیدتر و وسیع‌تر دوباره سر بلند خواهد کرد و جامعه کاملا قطبی خواهد شد. کشورهای منطقه علل خصوص جمهوری اسلامی و ترکیه از این موضوع بسیار عصبانی هستند و شاهد تهدیدات بسیاری در این زمینه بودیم. آیا خطر جنگ و خونریزی مردم کردستان رو تهدید نمی‌کنه به نظر شما؟ به نظر من این احتمال هست، ولی احتمال ضعیفی هست. همین با وجود تمام این تهدیدات، الان جمهوری اسلامی مثلا تهدید کرده بود که مرزها رو می‌بنده و رفت آمد و تجارت و غیره رو اجازه نمیده، که این اتفاق نیفتاد و این کار رو نکرد. یا در دولت مرکزی عراق هم که خط و نشون کشید بود که در صورتی که خشونت بشه من دخالت میکنم، دخالت نظامی میکنم، این اتفاق هم نیفتاد. و روشنه که دولت ترکیه، دولت جمهوری اسلامی و کلا حتی سوریه، کشورهایی که به سمت مناطق کردنشین دارن، به شدت از این امر نگرانن، چون
حراسشون این هست که این دخالت مردم برای تعیین زندگی سیاسیشون که یک کشور مستقل باشیم و کشور مادر بمونیم، این ممکنه به کشور اون هم سرایت کنه و مردم این رو الگو مدل خودشون قرار بدن. اساس نگرانی اونها این هست، ولی توازن قوا و شرایط طوری نیست که اینا بتونن دست به حمله نظامی بزنن و شرایط رو همچنان بتونن کنترل کنن. از کنترل همشون خارج میشه شرایط. این رو هم باید در نظر داشت که آمریکا و اروپا با اینکه مخالف بودن، ولی الان بعد از این رفراندوم مخالفت تندی نکردن. آمریکا موضعی که گرفته این هست که باید مذاکره بشه با دولت مرکزی و راهش اینه، از این طریق باید مسئله مطرح بشه، و دولت های دیگه مثل دولت کانادا گفتن ما این پروسه رو به رسمیت میشناسیم، ما این مورد تایید ماست این رفراندوم و غیره. به این معنا میخوام بگم اون مخالفت و تندی که اگر قرار بود و میخواستن یک همچین به اصطلاح خون بپاشن و با حمله نظامی جواب بدن، اون موقع یک همنظری و به خصوص نظر موافق کشورهای مثل آمریکا و اروپا لازم بود و چنین شرایطی عموما وجود نداره. من فکر کنم علارغم که میخواد جمهوری اسلامی یا دولت ترکیه یا دولت سوریه که با تمام قوا اجازه نده این کشور مستقل تشکیل بشه، در این حال اون قدرت و این امکانو ندارن که دست به حمله نظامی لااقل در یک ابعادی که مثلا حمله کنن به دولت اقلیمی و غیره دست به یک چنین کاری بزنن، و این احتمال شما ضعیف میدونن. بله، با اینکه هنوز آمار قطعی صادر نشده، ولی بلافاصله پس از همون آمار مقدماتی 80% مردم کردستان ایران نیز به خیابان‌ها ریختن و ابراز شادمانی کردن. آیا این عکس العمل به نظر شما میل مردم کردستان ایران به جدایی و کردستان دیگری در ایران در آینده احتمالی ایران نیست؟ بذار اول این نکته رو بگم. 80% میگن شرکت کردن، ولی اینکه چند درصد رأی موافق دادن هنوز رسما اعلام نشده، ولی تحلیلا میشه گفت که بخش اعظم این رأی دهندگان رأی به جدایی دادن. ولی در مورد اینکه آیا این به سرایت میکنه به ایران یا جای دیگه، ببینید این جشن و پایکوبی حول قضیه رفراندوم گذرا خواهد بود. اولا مردم حق دارن خوشحال بشن به خاطر اینکه بالاخره به رأی مردم رو جو شده، رفراندوم شده، و این رو ما به رسمیت میشناسیم برای هر چهار کشوری که درش منطقه کردنشین وجود داره. این راه حل اصولی حل مسئله ملی هست از طریق رفراندوم، حالا یا جدا شدن یا ماندن در کشور مادر به عنوان شهروندان متساوی حقوق. این دو راه بیشتر نداره حل مسئله ملی از نظر ما. یا اینکه شما کشور مستقلی میخواید تشکیل بدید، یا میخواید بمونید ولی کاملا حقوقتون مثل بقیه شهروندان رعایت بشه. بهترین راه این که کدام آلترناتیو باید انتخاب کرد رجوع به آرای مردمه، و بنابراین مردم در این حرکت این رو میبینن که خب به حساب اومدن، بهشون رجوع شده، رأی اونها پرسیده شده، و از این نظر حق دارن مردم خوشحال بشن. ولی اینکه لزوما همه به این نتیجه میرسن که جدا بشیم یا جدا نشیم در کشور مادر بمونیم بهتره مثلا در کردستان ایران، این دیگه کاملا بستگی پیدا میکنه به سرنوشت اون کشور جدا شده. اگر کردستان را شرایطی پیش بیاد که واقعا یک دولت غیر مذهبی غیر قومی با شرکت دادن مردم در سرنوشت خودشون، نه که یک رفراندومی بشه و بعد باز برن همین احزاب ناسیونالیست همه قدرت رو قبضه کنن، اگر این اتفاق نیفته و واقعا مردم دخیل باشن و شرایط یک جامعه مدرن متمدن انسانی با به رسمیت شناختن آزادی ها و غیره برقرار بشه، طبعا این الگو و مدلی خواهد شد که مناطق دیگه کردستان هم خواهان جدایی بشن یا خواهان پیوستن به این به اصطلاح کردستان مستقل شده در عراق بشن برای تشکیل یک کردستان بزرگتر. این امکان هست، ولی این کاملا بستگی داره به شرایط و وضعیت اون کشور مستقلی که الان در نتیجه این انتخابات این همه پرسی تشکیل میشه یا ممکنه در حال به احتمال زیاد تشکیل بشه. این به اون بستگی داره، ولی تا اونجا که به این جشن شادی برمیگرده به نظر من حتی در خود کردستان عراق هم این به صورت این قضیه بالاخره پشت سر گذاشته خواهد شد و مردم در برابر اون دولتی که قدرت رو به دست گرفته به نظر من با خواستها و
آمال و آرزوهای برحق و انسانیشون به میدون خواهد اومد و همونطور که گفتم به احتمال زیاد جامعه به صورت قطبی خواهد شد بین کمپ کارگران و توده مردم زحمتکش و دولت که از احزاب ناسیونالیستی تشکیل شده و به خودش دولت کردستان اسمشو گذاشته. این شرایط به نظر من بسیار روند محتمل اوضاع رفتن به سمت یک همچین قطبندی در جامعه کردستان هست. با توجه به اینکه یک دقیقه بیشتر از وقت برنامه ما نمونده، این سوال رو از شما دارم که بارزانی اعلام کرده که الزاماً نتیجه این انتخابات و رفراندوم فوراً منجر به جدایی کردستان نمیشه و ممکنه سالها به طول بینجامه. آیا اصولاً در کل این رفراندوم یک جوری در جهت چانه زنی با دولت عراق نبوده؟ نه، تمامش این نبوده. ببین، از نظر بارزانی و احزاب ناسیونالیست کرد طبعا یک برگی هست برای مذاکره و گرفتن امتیازات بیشتر، ولی به نظر من دیگه هیچ نیرویی نمیتونه در برابر استقلال کردستان به این سطح، حتی خود بارزانی و احزاب حاکم کرد. وقتی که همچین رفراندومی شد و نتیجهش اعلام شد و معلوم شد با یک اکثریت بالای جدایی رأی آورده که به احتمال زیاد چنین خواهد شد، اون موقع دیگه هیچ نیروی سیاسی نمیتونه مقابلش بایسته. این خودکشی سیاسی خواهد بود، مگر اینکه به زور جنگ و حمله نظامی و غیره جامعه رو بخون بکشن. به همین خاطر من فکر نمی کنم بارزانی یا هیچ نیروی دیگه‌ای بخواد بگه نه، حالا دیگه استقلال منتفی شده، ما فقط یک امتیازاتی از دولت مرکزی گرفتیم. ولی در این حال این هم درسته که بالاخره اینها با مذاکره با دولت مرکزی باید شرط استقلال رو فراهم کنن و روابطشون رو تنظیم کنن. اینکه یک مذاکره چقدر طول خواهد کشید، اون دیگه به روند عملیش مربوط میشه. ولی در این تردیدی نیست که در این حال دولت به اصطلاح بارزانی این رفراندوم رو یک نتیجه سیاسی این رفتن رو بوده. شاید مهمترین هدفش از این رفراندوم این بود که اون موقعیت کاملا ضعیف شده خودش رو در دولت اقلیمی که مدت ها با بحران روبرو بود، حالا پارلمانشون در بنبست و تعطیلی کشیده شده بود و غیره، از اون بیرون بیاد، صورت مسئله رو عوض کنه، به نحوی جامعه رو حول همین پرچم و زبان و ملیت و کردایتی و غیره دوباره پشت خودش بسیج کنه. این از یک طرف، از یک طرف از این برگ استفاده کنه در امتیازگیری بیشتر از دولت مرکزی. همه اینها رو سعی خواهد کرد که به پیش ببره، از این رفراندوم به این ترتیب استفاده کنه. ولی در نهایت هم گفتم مسئله استقلالی که مردم بهش رأی دادن نمیتونه زیر فرش بشه یا پنهان بشه یا تحریف بشه، مگر اینکه با قدرت نظامی بتونن این کارو بکنن. سوال دیگه ای که من از شما دارم و ممنون میشم کوتاه به خاطر وقت برنامه به اون پاسخ بدین، اینه که در حالی که ناسیونالیسم کرد پیشبرنده این رفراندوم بود و این نظریه بوده، چطوری میتونه که تشکیل یک دولت و کشور مستقل کردستان انتظارات و ایده‌هایی که از شعارهایی مثل آزادی و برابری و غیره داره رو برآورده کنه وقتی که ناسیونالیست کرد داره این حرکت رو به جلو میبره؟ خب ما از ناسیونالیست‌های کرد انتظار نداریم این شعارها رو برآورده کنن. طبعا ببینید، مسئله رفراندوم، مسئله جدایی و استقلال، بالاخره مسئله ایست که بنا به تعریف پرچم دارش همیشه اون سرمایه‌دارا و بورژوازی کشور به اصطلاح هست که میخواد مستقل بشه. اونها هستن که همونطوری گفتم بازار داخلی خودشونو میخوان، سلطه بر اقتصاد خودشونو میخوان به اصطلاح تصمیم از گرده کارگر خودی بکشن و فعال مایشا بشن بدون اینکه دولت مرکزی سایه‌اش روشون بندازه. اینها خواستشونه. بنابراین اینها آزادی و دنبال آزادی و برابری نیستن. بورژوازی کرد دنبال چنین چیزایی نیست. ولی در این حال از دید طبقه کارگر کردستان این یک گام به جلوست، چون این توهمات ملی، این مسئله رو که گویا مسئله مردم کرد این هست که مثلا اعراب در عراق به اونها ظلم کردن و در صورتی که کارها به دست خود کردها بیفته همه چیز آزاد و آباد میشه، این توهم به سرعت برطرف خواهد شد. ببینید، همین احزاب ناسیونالیست کرد وقتی که در اپوزیسیون صدام بودن بسیار محبوب‌تر از امروز بودن. بعد از اینکه دولت اقلیمی رو تشکیل دادن، این توهمات از میان برخاست و مردم دیدن علت مصائب و بدبختی‌هاشون همین دولت کردی هست. در استقلال هم قدمی در این جهته و به نظر من این سیر قهقرایی احزاب کرد رو تشدید خواهد کرد. از این نقطه نظر هست که شرایط برای مبارزه طبقه کارگر و توده مردم که یک جامعه آزاد برابر مرفه و میخوان بیشتر فراهم خواهد شد، جنبش قطبی‌تر خواهد شد و روشن خواهد شد که مسئله اساسی و ریشه مردم
صرفا مسئله ملی و ستاره ملی نبوده، اون حل شده. با این حال مسائل معیشتی، بیحوری های سیاسی و کلن مسائل اجتماعی باقی مانده. بله. این گام، این تحول به این معنا تحولی است مثبت در راه پیشبرد مبارزه کارگران و توده مردم علیه بورژوازی به اصطلاح خودی، علیه دولت کردی. بله، ممنون از شما حمید تقوایی که همراه ما بودید در این برنامه. وقت بخیر. من هم تشکر میکنم. بینندگان عزیز، خوشحالیم که برنامه نگاه روز دیگری رو همراه ما بودید. برای شما آرزوی وقت و اوقاتی خوش دارم.